بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 51 تجوید قرار داریم. در این درس ما در روایت حفص ما مد و انواع از را بیان میکنیم و مد ما گفتیم در لغت امتداد میگن، در اصطلاح امتداد دادن صوت بیشتر از حالت طبیعی را میگن. و در این درس ما به صورت خلاصه یک دیاگرام را جور کردیم که در این دیاگرام نشان دادیم که مد چه رقم تقسیم بندی شده و صنف بندی شده و سبب مد چی است. پیش از اینکه ما به تقسیم بندی مد برم، شما اینجا ببینین که در بالا دو سبب داخل مد شده. یکی سبب مد عبارت از حروف مدی الف و یا ساکن است و دیگرش سبب مد حمزه یا و یا خود سکون که وقتی میایه یه سبب مد میشه. بازی رو ما پسان شرح میکنیم که در کدام حالات ای واقع میشه، در کدام حالات ما چی رقم ازش استفاده کنیم. میایم بالای مد. مد در تقسیم بندی به دو گروپ تقسیم میشه و یکی مد اصلی و یکی مد فرعی. مد اصلی به چهار گروپ تقسیم میشه که مد عوض است، صله صغرا است، مد تمکین است و مد بدل است. و مد فرعی به شش گروپ تقسیم میشه که مد لازم است، مد واجب متصل است، مد جایز منفصل است، صله کبراست، مد عارضی سکون است و مد لین است. اینمی تقسیم بندی به صورت عام در تمام کتاب های تجوید وجود داره که مد فرعی و مد اصلی به ده گروه یا به ده سکشن و ده نوع تقسیم شده. در اینجا باز ما یک چیز اضافه هم اینجا اضافه کردیم که مد لازم در مد فرعی به چهار گروپ دیگه تقسیم شده. کوره برام مد لازمه کلمی مثقل، مد لازمه کلمی مخفف و مد لازمه حرفی مثقل و مد لازمه حرفی مخفف. این چهار مد لازمه موجود است که باز پسان بالای هر کدام از این میریم و شرح میکنیم که مد لازمه کلمی مثقل کدام است و مد لازمه کلمی مخفف کدام است که باز ده بیان میکنیم. حال ما فعلا در این درس ما میخواییم که ببینیم که مد طبیعی ما کدام مد گفته بودیم. ما گرچه قبلا هم گفته بودیم که راجع به مد طبیعی یا مد اصلی یا بیسیک مد ما در درس‌های گذشته ای را بیان کرده بودیم و در این درس ما بازم دوباره ای را تکرار میکنیم که اگر کسایی که از یادش رفته، مد اصلی یا مد طبیعی سببش حروف مدی است و حروف مدی را ما گفتیم که الف و یا است. الف و یا در حروف عربی به نام حروف صدادار یاد میشه و وقتی که به حالات مدی واقع میشه، اینجا یک سه شرط داره. شروطش ما باید بدانیم که در کدام حالات مد اصلی را یا میسازن. فرمول عمومی به مد اصلی ای است که هرگاه الف ساکن ما قبلش حرف فتحه داشته باشه این مد تشکیل میشه، واو ساکن ما قبلش حرف حرکت دمه داشته باشه ای مد اصلی تشکیل میشه و یا ساکن ما قبلش حرف کسره داشته باشه ای مد اصلی را تشکیل میده. و در این درس ما فقط و فقط همین قدر تقسیم بندی مد نشان دادیم و انشالله در درس بعدی ما راجع به هر یکی از این انواع و اقسام مد یا مدود، مد یا مد مفرد است، مدود جمعش،
ما باز هر کدام بیان میکنیم با مثال هایش و انشالله بعد از اینکه یک اندازه بالای مدت کار کردیم باز میریم قرآن از روی خانی رو شروع میکنیم که با استفاده از احکام تجویدی مخارج حروف صفات حروف بتانیم روحانی قرآن خدا تمرینش قوی بسازیم. درس خدا امروز مدام اینجا به می دیاگرام ختم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.